کسب اجازه میکنم از محضر خانم دکتر و همراهانشون و خیر مقدم عرض میکنم. درود میفرستیم بر روح بلند حضرت امام و حضرت آیت الله بروجردی که از پرچمداران تقریب و وحدت بودن و هفته وحدت رو هم گرامی میداریم. بنده شاید جایگاهی نداشته باشم، به عنوان یک عضو کوچکی که در این جمع هستم امر فرمودن و در حد ارائه گزارش مصدق میشم. در استان قم 23 کتابخانه عمومی نهاد وابسته به نهاد کتابخانه عمومی کشور مشغول فعالیت هستند که خب به نسبت جمعیت رقم مناسبی نیست و انشالله باید سعی بکنیم که این کمبود و کاستی رو جبران بکنیم. از این 23 کتابخانه 3 کتابخانه ویژه خانم‌های محترم هست و ارائه خدمت میکنه. اتفاق خوبی که تو 2 سال اخیر افتاده اینه که توفیقی شده که ما قم رو تبدیل کردیم به مرکز تولید کتاب بریل برای کتابخانه عمومی سراسر کشور و تا حالا 8 محموله برای بخش‌های نابینایان از قم ارسال شده که تقریبا 200 عنوان کتاب و 8000 جلد رو شامل می شده که 0% این کار هم در قم و با بودجه اداره کل کتابخانه استان قم انجام میشه و این یک کمبودی بود که در نهاد از سابق وجود داشت. سعی کردیم که حالا خلأ برای این عزیزان پر بکنیم. در اهمیت کتابخانه قم همین بس که این کتابخانه ها منحصر به استان قم نیست. ما خودمون حتی در مجموعه کتابخانه عمومی هم بارها شده که پذیرای اعضا و علاقمندانی بودیم که از استانهای دیگه تشریف آوردن قم و درخواست کتابی رو داشتن و همینطور بخش نابینایانمون هم حدود 150 عضو برون استانی داره که ما به وسیله پست براشون کتاب ارسال میکنیم. کار دیگه که تو این به اصطلاح دوره نهاد در قم انجام شد با ابراز لطف و بزرگواری که آقای دکتر محمدی و عزیزان همکارشون در انجمن کتابداری و گروه کتابداری دانشگاه قم داشتن، خب معرف فارغ التحصیلان خوب و پرتلاش رشته کتابداری بودن. ما خوشبختانه تونستیم 16 نفر از این عزیزان رو جذب بکنیم که تقریبا همشون هم توی مقطع ارشد و دکتری هستن و این یه اتفاق خوبی بود. افرادی که انگیزه دارن و علاقمند حرفه کتابداری هستند و نهاد هم در این دوره تمرکزش فقط بر جذب فارغ التحصیلای رشته کتابداری و مطلقا از رشته‌های دیگه هیچ جذبی در نهاد انجام نشده. اخیراً هم با تشکیل مجمع کتابخانه تخصصی استان قم مکتب و پیگیری خیلی خوب و ابراز لطف جناب آقای شجاعی، جناب آقای رهنورد و همکاران بزرگوارشون در مکتب، تعامل خوبی با مجموعه اداره کل کتابخانه عمومی استان قم و نهاد داره شکل میگیره که امیدوارم منجر به امضای تفاهم‌نامه بشه. اما ما کارو متوقف نکردیم بر امضای تفاهم‌نامه، سعی کردیم که هر کمکی از دستمون برمیاد در خدمتشون باشیم. هرچند ما کتابخانه عمومی هستیم ولی خودمون رو در عرض مکتب نمیبینیم، بلکه در همیشه من اینو عرض کردم در طول کتابخانه تخصصی هستیم و مراجعان و اعضا رو در صورت لزوم ارجاع میدیم به کتابخانه‌های تخصصی. یکی از محاسن تشکیل مکتب اینه که خب این کتابخانه‌های تخصصی بعضن ناشناس بودن و مکتب این ظرفیت رو داره که انشالله پتانسیلی که در قم وجود داره رو معرفی بکنه به استانهای دیگه و محققان سراسر کشور. امیدوارم که این امکان فراهم بشه که اون عزیزان هم با حضور در قم بتونن از این منابع استفاده بکنن. اما خب واقعا برای من خیلی خوشحال کننده بود که با لطف خانم دکتر بالاخره نمایندگی کتابخانه ملی و مرکز اسناد هم انشالله در قم در حال شکل گیریه، چون برای خود من یه دغدغه بود. پیش از اینم با آقای دکتر سالی امیری اینو مطرح کرده بودم، خب استانهای دیگه اینو داشتن، شاید استانهایی که از نظر اسناد خیلی رتبه پایین تری نسبت به قم داشتن و این خلأ وجود داشت که خبر خیلی خوشحال کننده بود. من تشکر میکنم از سرکار عالی و جناب آقای دکتر امیرخانی و خانم یعقوب‌پور که پیگیر این موضوع هستن. ما هم در مجموعه استان
اگه هر کاری، کمکی، فرمایشی بود در خدمتتون هستیم، میتونیم این محور داخل استانش رو پیگیر باشیم، بفرمایید که انجام وظیفه بکنیم. من به فال نیک میگیرم حضور سرکار و همراهان رو، تقارنش رو با ایام پربرکت ماه ربیع. انشالله که این ارتباط همچنان خیلی پررنگتر ادامه پیدا کنه و ما هم همه جوره در خدمت هستیم در حوزه کتاب و کتابداری. عذرخواهی میکنم که مصدق کردم.